سلام، وقتتون بخیر. تیوی پلاس رو تماشا میکنی از هتل زیبای ستیا. سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم تو سال جدید پر از اتفاقای خوب برای هممون باشه. یکیش هم رهایی از این ماسک و ویروس لعنتی کرونا. گاهی عدد یک خیلی هم کم نیست، خیلی هم زیاده. 46 به علاوه 1 که میشه 47. امروز میزبان یه زوج هنرمند و خاص و موفق هستیم که تشریف آوردن اینجا و ما میزبانشون هستیم. آقا مهران و هدیه خانم، خیلی خوش اومدید. میخوایی مختصر خودتون رو یه معرفی کوچیک بکنی؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و عمدنان عزیز. مهران قنداری هستم، 38 ساله، اهل تهران. ماشاءالله. شما؟ به نام خدا، من هدیه سنی هستم، 32 ساله، اهل قصبی. شما یه خوبی هم که دارید اصلا به هتو سناتون نمیاد هیچ وقت. ماشاءالله. خب میریم سراغ اصل مطلب، اینکه چطوری با هم آشنا شدید؟ اولا واسه یکی از اقوام با هم آشنا شدیم، بعد رفت خونه برادرش، اون چیزونو زیارت کردم و یک دل نصد دل عاشق شدم. عزیزم. نه، با دختر احمد، با پسر احمد آقا مهران ما رو آشنا کردن که تونستیم که تا اینجا با هم. خوب، حرف اولی که به هم زدین رو یادتون میاد؟ فقط یه چهره تعرف کرد به من تا دست من به دست بس افتاد یا دلم رو ریخت بگه یه دست از شما در نکنی برد طبیعته؟ من خب الان چند وقتی با هم ازدواج کردیم؟ آخر همین من مثل 8 ماه که ازدواج کردیم. خب تنها زندگی کنیم یا با خانواده تون؟ با خانواده. ما با خانواده زندگی میکنیم. با خانواده آقا مهران؟ بله، با خانواده آقا مهران، با خانواده خودم. که دو قسمی هستن؟ یه قسمی هی اتاق داریم. به به، همقیه هی اتنان هی اتاق هم داریم. به به، خیلی هم خوش. خانواده مهربونی و محبت داریم. خب هدیه جون، شما یه ذره از فعالیت های هنریت بگو، از آشپزیات که میدونم که خیلی خوبه. من فقط از آشپزیم اولویه برات درست کنم، قرگیری میکنم، جارو بگی میکشم، یک غذا درست میکنم، غذای مختلف. چه غذای خیلی خیلی خوشمزه درست میکنی؟ قمرسا، یک قرص سبزی. بای به به. آقا مهران، کدوم یکی از غذاهاشون خیلی خوشمزه است؟ یکیش من امتحان کردم، ماکارونی بود. ماکارونی، پس ماکارونی هم باید بگیم. شما فعالیت هنریتون رو ولی من سالیان سایی که کار تئاتر میکنم. از دهه 80 شروع شد که اومدم کانون سنگنام دان چند سال کار تئاتر خیابانی انجام بدم. بعد اومدم جلوتر درس بازیگری خوندم، من دیپلم تئاتر دارم. بگه گذشت با یک گروهی آشنا شدم به اسم گروه پاپیون، به کارگردانی آقای حسین رحیمی از جوانان خوب کرمانشاه و به صورت حرفه‌ای تئاتر خارجی رو به صورت فارسی کار کردم. دیگه؟ شنا هم شنیدم مدالای خیلی زیادی داری؟ همین شنا، همین وزن برداری. هم وزن برداری؟ هم برای وزن برداری سوری و ابوظبی و سوریه رفتم، دونستم 5 مدال طلا، 1 مدال نقره بیارم. در آتن و آمریکا در رشته سنا مدال طلا، در آمریکا مدال برنز آوردم و در مجموع 22 تا مدال رنگ رنگی دارم. باعث افتخاری واقعا. شما چی؟ شما تو کار تئاتر میکنی؟ بله، تئاتر بازی میکنم. اسفای نوشان رو کنی همسا خلصوس که شاپرق خانم همه رو حفظ. آره. من 4 سال خوبه سنه رفتم نه قطعه روبروی مردم، هر جه که تونستم خالی کردم. سخت بود؟ بر برای شما چی؟ برای شما سخت بود؟ از من لذت دخش بودم، من ازشون درس کار گرفتم. شما عاشق تئاتر و بازیگرین؟ شنیدم تو پایتخت سری جدیدم یه نقشی ایفا کردین. بله، درست کار کردم. و گروه پایتخت چطور بود؟ اجاز خیلی خوبه بود، کنار اساتیدی مثل آقای تالا ملی عزیز و البغشون.
شما کی پایتخت بازی نکردی؟ من نه. اما تیار فصل هفتمش قرار که سخته باشه که من فارزه با این آقا مهرا هم بازی باشه. چطور با گروه پایتخت آشنا شدی؟ والا من قبل از اینکه با بیام گروه پایتخت بازی بکنم یک فیلم سینمایی کار کرده بودم. کار کرده اون کار آقای کرمی بود، کرمپور. بعد منو آقای رحیم به اینا معرفی کرد. آقای کرمپور رو یک کار منو دید، خوشش اومد. بس دوباره با یکی از دوستان که معروف آقای اتحادیه. من آقای اتحادی من به آقای سروس مقدم معرفی کردن. تست دادیم؟ تست دادم، بله. تست دادن سخته؟ نه. تصویر راحت‌تره یا تئاتر؟ به نظر من هر دوش خوبه. تئاتر زنده است، روبروی مردمه، ولی تلویزیون تصویریه و مردم رو بیشتر می‌شناسند. درست. خب، زندگی مشترک چطوره؟ خوبه. خدا رو شکر. خوبه؟ راضی؟ بله. اما مجردی بیشتر راضی یا زندگی مشترک؟ بیشتر مشترک. چون ما مجرد بودیم تنها بودیم. تنها بودیم. فکر کردم چه بهتر که تنها من بالا بود. تنها بودم. بلکه که این کار کرده هم صبح که از کل اولا قدر کنار یه همسری مثل هدی خانم که کل ما هم هستن ازاز کردیم. چه چیز هدیه رو بیشتر از همه دوست داری؟ کدوم اخلاقشو؟ والا اخلاقی بیشتر که داره اون لبخند زیباشه. شما چی؟ من رفتارش، اخلاقاش، مهربونیاش. خب عصبانی هم میشین شما؟ خیلی کم. از هم دیگه؟ خیلی کم. اگه باشه مثلا توی نمای شما هایی که کار میکنی اینجوری مثلا تو کار بیشتر عصبانی میشی؟ تو کار بیشتر، دا بس زود آروم میشی یا نخیلی طول میکشه؟ نه زود آروم میشی؟ زود آروم میشی. کی زودتر آروم میشه؟ بیشتر میشه خانوما؟ خانوما زودتر آروم میشه، سر میکنن خودشون آروم کنن و طرف آروم بکنن. بعد آقا مهران چی کار کنه که مثلا شما یه ذره عصبانیتت کمتر میشه؟ آقا مثلا خب با من خوب رفتار کنه. چرا خود آروم فکر کنم هدیه جون ماکارانی بپزه شما دیگه عصبانی نمیشی؟ نه شما هر کار رو بکنه با من صورت بگم خدا رو شکر بکنه. خدا رو شکر. بازیگر مورد علاقتون کیه؟ بازیگر مورد علاقه من قدیمی میگه یا جدید میگه؟ جدید. جدید اگه خب اصحاب بکنم کسی اگه واقعا باشون خاطره داریم همه همون. من خوشم با بازی قشنگ آقای حامد بهدت عزیز. دیالوگش رو حفظ هستی بازی کنی؟ نه. نه حفظ هستی. شما بازیگر مورد علاقت کیه؟ من نشه خودم میتونم الان یادت نمیاد؟ نه. داشت من میدونم که خواهی انتخاب کنه من انتخاب کنه من میتونم. بازیگر مورد علاقت آقا خب میریم یه گفتگوی خیلی خوب داشته باشیم با پدر و مادر آقا مهران. خب خیلی خوش اومدین خانم قندهاری و آقای قندهاری، پدر و مادر آقا مهران. خیلی خوش اومدین، باعث افتخار وقتتون در اختیارمون گذاشتین. میخوام یه سلامی اول داشته باشین و بعد که بریم سراغ گفتگو. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز، به ویژه خانواده های محترم سندروم دان، و امیدوارم از طریق این برنامه بتونیم اندک اطلاعاتی برای کمک به روند رشد بچه‌ها ایجاد کنیم انشاءالله. منم سلام میکنم، سال نو رو به تمام هموطنام تبریک میگم. انشاءالله که سال خوب پربرکتی برای خودتون و خانوادتون باشه. خیلی ممنون، متشکرم. خب آقا مهران فرزند اولتون هستن؟ بله. فرزند ارشد. بعد چند تا بچه‌ن؟ سه تا پسر داریم. سه تا پسر داریم. فقط آقا مهران جز شرطی خواسته؟ بله. بعد کی فهمید که آقا مهران شرط خاص داره؟ همون اول بیمارستان گفتن بهمون به دنیا اومد. من نمیدونستم معنیش چیه. نمیدونستم. من نمیدونستم چون اصلا ندیده بودم، نشنیده بودم. من خودم هم سنم کم بود. در قرارم نبود چیز خیلی خاصی مگر اینکه نمونه تو فامیل می بود که ما مثلا از طریق اون زود متوجه شد. ولی نه نمیدونست و به جلو اومد زندگی تو مسیر. خیلی زود متوجه شدم. زودم پذیرفتم، زودم شروع کردم به کمک رسانی که خدا رو شکر.
شده خسته بشی؟ خستگی نمیتونیم بگیم نمیشی. برای اون دوتا هم که عادی هستن، از نظر کلامی فرهنگیمونو میگم، غیر سندروم دانن، برای اونها هم خسته شده. و در مورد مهران هم خسته میشده. این یه چیز طبیعیه دیگه، فرزند پروریه، رشد یک انسانه، که انسانی که شاید تو مسیر تکاملش نیاز به کمک بیشتری داره. پس خستگی بود، ولی نه اون خستگی که از پا بندازه یا نذاره که ما حرکت بکنیم. خستگی که یه تنفسی کردیم و دوباره ادامه دادیم. شما به عنوان مادر خیلی باعث شدید که توانایی های آقا مهران دیده بشه. خیلی زحمت کشیدید. میخوایی راجع به اینم یه توضیح بدین؟ چون نسبت به هم افرادی که شبیه خودشون هستن، چه افراد عادی خیلی موفق و خیلی جسور و اینا هستن. بله. من بگم به عنوان مادر میشم تکی. و تکی موفقیتی تقریبا افرادی که تک رو هستن موفقیتشون اینطوری نیست. اگر ما در چیزی موفق شدیم تیمی بوده. هم میگم حضور فعالیت، حالا شاید تو بعضی زمین ها پدرشون محل کار بودن یا نبودن، تو ماموریت های حالا ارتش بودن، ولی به هر حال حتما همکاری ایشون کمک کرده تو همه زمین ها. ایشون خانواده خودم دوتا پسرهای دیگم به شکل تیمی بوده. ما حتما و مربیایی که اساتیدی که کار کردن. خب مهران تو بحث تئاتر حرفه‌ای خیلی رشد داشت. تو بحث تئاتر حرفه‌ای خیلی سختی کشید. خودش علاقه داشت بره سمت تئاتر یا شما بهش پیشنهاد دادید که بره؟ نه، ما همیشه معرفی شدیم. تو برنامه معرفی شدیم. آقای حسین رحیمی داشتن تئاتر صندلی‌ها رو آماده می‌کردن که دنبال یه پسر سندروم دان می‌گشتن. کلن میخواستن تئاتر رو سندروم دان ببندن، که با معرفی شدیم رفتیم و خوشبختانه از سال 91 مهران شروع کرد به کار حرفه‌ای در تئاتر و کشورهای مختلف هم رفت، همه هم جایزه اول کرد. بعد با این موضوع خانواده خودتون، یعنی مثلا مادری پدری دور اطرافیان چجوری برخورد کردن؟ چجوری کنار اومدن؟ جامعه چجوری پذیرفت؟ هیچ وقت جامعه نمیپذیره، مگر خودش دستن در کار داستانی باشه. خانواده هایی که امروز میپذیرن ما رو خانواده های سندروم دانن و هرگز نمیشه کسی که نداره ما بگیم برسه به اون مرحله پذیرش. و ولی من هیچ وقت همیشه گفتم، تو مصاحبه های دیگه هم گفتم، من خیلی کاری ندارم جامعه بپذیره یا نپذیره. مگه ازدواج مهران و هدیه پذیرفته شده است؟ قطعا نیست. خانواده هایی که سندروم دان دارن و نمیتونن این کارو بکنن، چون سطح هوشی داره، سطح هوشی بچه‌هاشون پایین‌تره، الان در فشارن، اذیت میشن تو این ازدواج. چون تقریبا من میتونم بگم اولین ازدواج رسمی در ایرانه. بله. و سواله برای خیلی خانواده، حتی اونام که دارن، مثلا تو بحث ازدواج مهران اینا میگم هنوز براشون علامت سواله، چون اونا باید چیکار بکنن. به همین دلیل من نمیتونم وایسم و منتظر جامعه بشم و بخوام جامعه بپذیره. من همیشه کار خودم رو انجام دادم، چون خانواده من با هم همکاری کردن و تو موارد مختلف جلو رفتیم. ما در ازدواج های عادی به دنبال امنیت عاطفی میگردیم که ببینیم میتونیم پیداش کنیم، امنیت احساسی، امنیت کلامی. خیلی خانواده ها الان با این مسئله مشکل دارن، کلام داره درد سرساز میشه، حرمت ها شکسته میشه تو خانواده عادی. ولی مهران و هدیه رو من به جرئت میتونم بگم که همه اینا رو خود جوش دارن و من خیلی چیزا رو بهشون نگفتم، ولی دارم میبینم به هم امنیت عاطفی میدن، به هم امنیت احساسی میدن، امنیت کلامی میدن، توجه میکنن، پاسخ به موقع میدن. یعنی امکان نداره یک دقیقه از ناراحتی یکیشون بگذره و اون یکی بی توجه باشه. حالا این سوال شاید برای خیلی از بیننده ها، خیلی از مردم پیش بیاد که اینکه هدیه و مهران قراره بچه دار بشن یا نه. حالا میگم خیلی برام جالبه، همیشه سطح زندگی اینا به این دلیل میگم بالاتره. اصلا اون چیزی که ملت ما دنبال میکنن، سوال میکنن، اون زیر اون سطحیه که دارن بهش پایین فکر میکنن. حالا ولی مهم نیست، به هر حال سواله. ما حتما به این مسئله فکر کردیم، هر خانواده‌ای فکر میکنم، ان شاء الله حتی در مورد افراد عادی هم
به این مسئله فکر میکنن. فکر کردیم بله، تحقیقات گفته بود که از نظر علمی میدونستیم چی کار داریم میکنیم و ناباروری وجود داره، ولی باز هم آزمایش دادیم، مطمئن شدیم. چون اینا به جمله ای رو هم که خودشون میگن، فرشته ها بچه دار نمیشن، دنبال بچه نیستیم. مرسی. به عنوان یه پدر مادری که فرزند خاص دارن، فرزند سندروم دان دارن، بخواید به خانواده هایی که شرایطشون شبیه شماست یه حرفی بزنید، چی میگی؟ من همیشه نظرم مشورت، کمک گرفتن، همیشه از اول خلقت هم برای انسان ها همین بود. باید مشورت کنیم، کمک بگیریم از افرادی که قدم های جلوتر از ما برمیدارن. من همیشه مشورت گرفتم، هر جایی که همین الانم، هر جایی که نکته‌ای باشه که خودم متوجه نشم مشورت میکنم، از همسرم و پسرام، محل کارم، همکارام. چون ما کارمون روانشناسیه، همکارا که میگم تو بحث روانشناسی، کار تخصصی، سوال میکنیم و مسائل رو پیگیریش میکنیم. باید خانواده ها کمک بگیرن، نه از افرادی که نمیدونن، نه از افرادی که انرژی اونا رو تخلیه میکنن، از افرادی که ناامیدی ایجاد میکنن براشون نه، چون اینجور شرایط حتما به انرژی احتیاج داره. آقای قندار شما خیلی ساکتین، یه حرفی سخنی. من مظلومم، همیشه مظلوم واقع شدم. میشون چرا بیشتر از همه دیگه به دوش خانمتون هستن و شما هم کمکشون میکنین دیگه. شنیدم سفرهایی که میخوان برن همراهشون هستین. من تقریبا کارهایی که برای ایشون انجام دادم و تونستم انجام بدم در امر مربیگری ایشون بوده، که مربی تنها مربی پدری هستم که تونسته در المپیک ویژه مدال طلا برای ایران بیاره. یعنی شما هیچ کسی را سراغ ندارید که در ایران مدال طلای شنا گرفته باشه توی المپیک. حالا اونجا نبودید که شما ببینید، اما من بودم و واقعا جای خیلی خوشحالی و گریه بود. الانم که من فکرش رو میکنم گریه‌ام میگیره. چرا آمریکا این ورش وایستاده بود، آلمان این ورش وایستاده بود، روسیه اینجا وایستاده بود، اینا نفر اول ایرانی بود که مهرام بود. اما خب چه ارزشی ایران براش قائل شد؟ هیچ. یعنی اصلا و ابدا. شاید شما فکر کنید که توی آتن وقتی میرفتید 2000 تا خبرنگار وایسته بود، در این از یه عکاس ایرانی که اونجا وایسته باشه یه عکس بگیره. دریق از توی فرودگاه که وقتی میایید، دریق از اینکه یه نفر بایسته یه عکس بگیره از این بچه یا از تیمی که رفته، تیمی که 14 تا 15 تا مدال طلا گرفته. فقط فرق نمی کنه، المپیکه دیگه. یعنی نقطه بالاترین نقطه یه ورزشکار، آرزو یه ورزشکار اینه که بره المپیک. آرزوش این بچه رفته المپیک، مدال طلا گرفته. آبا کی به کی بگی؟ هله؟ هیچ رسانه پوشش ندار؟ نه، این رادیو تلویزیون من، این فدراسیون ورزش معلولین من، هر کدومشون که یک عباسی، یه عباسی میدونی یعنی چی؟ یعنی یه سناری گذاشت کفه دست این بچه ها. شما بیایید از من مدال طلا بگیرید، به جاش سکه طلا بگیرم. اگه یه عکس گرفتن بیا من یه فیلم براشون بسازم. من به خاطر این میگم من صحبت نکنم. نه بابا خیلی هم خوب بود.
قشنگ آهنگ خوندن هدیه جان آقا مهران رو با هم دیدیم با صدای آقای بهنام بانی. آقای بهنام بانی رو دوست داریم؟ بله. اتفاقا دامار کنفرانسش رفتم. باشم عکس دارم. درسته. خب با خانواده که زندگی میکنید باشون مشکلی دارین یا نه؟ نه. مشکلی ندارم. مشکلی ندارین. خیلی راضی. بله. مادر مهربان، پدر دلسوز و مهربان. خب یه جمله بخوای به خانواده‌ات بگی چی میگی بهشون؟ گر بود تمام جان به دست من، میریختم تمام جان را به پای تو. بحبه. شما چی؟ ما خوشبختی زندگی کردم، خوشبخت شدم در کنار هم. بحبه. خب حالا میخواین یه جمله به مردم بگیم. مردم، سهم من از زندگی کنتینوز هستن، از خوردن نیست. سهم من از زندگی احساس خوب زنده بودن، شاد بودن، دیدن لبخند تو، تنها نبودن، به تعبیری نشستن بر لب جوی است. آری حق نفس یعنی امید. توانان عزیز با آیندتون امیدوار باشید. چقدر قشنگ، مرسی. ببینم مردم رفتارشون چطوره با تو؟ بس موقع به ترحم میشه، ولی من خب بگی میران خب باش بس هایی که اینو بس خود اختار کنم. منم که به راضی هستی از رفتار مردم یا نه؟ نه، من که ترحم ها میده؟ ترحم ها میده بس موقع میشه. بس موقع ها. خب حالا میرسیم به اصل مطلب. حالا یه جمله بخواید به هم دیگه بگید. به هم بگی؟ قربون اون چشمه قشنگت برم. شما؟ من هم بهش میگم. من هم هم میگم. من هم دوست. خب خیلی هم عالی. حرفی هست که بخواید بزنی من نپرسیده باشم؟ حرف آخر اینه که آدم باید همیشه محبت کنه. با قولی که از بازیگره میگفت خوناتون هر چه باشه دردیم از سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز. خانه سبز، دل سوز، خوشبختی در کنار هم. ایشالا مرسی که اومدید. ایشالا سال خوبی داشته باشید. سال پر از موفقیت و سلامتی و خوشی. ایشالا من این ویروس لعنتی کرونا و این ماسکا هم راحت بشید. من هم به نام خودم این سال رو خدمت آمدنان عزیزمون تبریک عرض میکنم. امیدوارم همیشه هم حال در پهنه خدا و مهربان شاد و پیروز باشید. من میخوام عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. خیلی ممنون. متشکرم. دم بچه‌های هتل ستیا گرم که لوکیشن اینجا رو در اختیار ما گذاشتن تا بتونیم یه گفتگوی جذاب برای شما آماده بکنیم. امیدواریم که بعد از این مصاحبه و گفتگو یه اتفاق خوبی برای سندروم دانیا بیفته و اینجوری خانواده‌هاشون ناراحت نباشن. سال نوتون مبارک باشه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.